خب دوستان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات بهتری در انتظارتون باشه. 12 روز سال جدید، ماه فروردین 1398 رو با شما هستیم. بسیار خوشحال و امروز اول ماه آپریل هست. گاهی وقتا اول ماه آپریل با 13 میشه یکی، همون ماجرای دروغ 13. اینجا یه چیزی دارن اپریل فول، تقریبا همون مثل دروغ 13 خودمون هست. اجازه بدید من این تاریخ و شماره تلفنم برای شما را بندازم که شاید با دیدن تاریخ و با تلفن و تکس تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با دیگران در میان بگذارید. آقای سعید کاووسی امروز به نظر میرسه که داره آماده میشه برای 13 به در فردا. دیروز که این بنده خداها در مریلند رفتن بیرون، هوا صبح هم سرد بود هم بارون، ولی بعد خوب شد. یادمه هر سال ما وقتی میرفتیم سرد بود اینا، ولی خود همون هم یک صفایی داره. سرما میری نزدیک این آتیش و اینا، شب که میای خونه شدی آدم دودی، به جای ماهی دودی خودت شدی آدم دودی. خب اینم از این ماجرای امسال، ماجرای سیل چه کردید. اجازه بدید من از آقای مباشری تشکر کنم که دوستانی که در ایران در شیراز با ایشون تماس گرفتن، گفتن آقا چه آقای نازی، چه آقای خوبی، شما ایشون رو از کجا پیدا کردی؟ گفتم همین، این معجزه قرن 21 عصر جدید. فیلم عصر جدید رو حتما ببینید، مال چارلی چاپلین. گفتم اینه که من در آمریکا نشستم، یه دوست دیگه خدا میدونه از کجا برای من یه چیزی فرستاد، من دیدم در رابطه با ماجرای سیل شیراز هست و اینها. بعد یک دوستی آقای پتیک از کالیفرنیا کمک کرد، یه دوست دیگه از کانادا کمک کرد، و ما هم گفتیم که خب حالا آقای مباشری اونجا مشاور یا مباشر، کلمه مباشر نمیدونم در امور دولتی چی بود، میگفتن هم مباشرشه هم مشاورشه اینها. در صورت وقتی تماس گرفتیم ایشون گفت که من این کار رو به اصطلاح برای رضای خودم، خاطر خودم اینها انجام میدم، ولی با همه اینا من تماس گرفتم و دوستی هم که از شیراز لطف کرد آقا پیام و این زحمت بزرگ را کشید، ازش ممنون و متشکرم. مجید جان شما هم از دوستانتون خواهش کنید که اگر میخوان کمکی بفرستن به شیراز و به فامیلاشون که الان در شیراز هستن، چون به نظر میرسه خود شیرازی ها اونجوری که مهمون ها یا اینایی که میان برای ایام عید اونجوری آسیب ندیدن. ناگفته نماند، فیلمی رو دیدم از یه فوتبالیستی در سعدی شیراز و به آخونده میگفت خب حالا ما چون پایین شهریم به ما اینجوری رفتار میکنید، اگه بالای شهر بود چنین و چنان. ولی من تعجب کردم، خب شما که فوتبالیست هستی، قهرمان آسیا بودی، قهرمان دنیا هستی، شماها چرا یه جنبشای راه نمیندازین مردم رو درگیر، نه یعنی دعوا کنن مردم رو سهیم کنید در این کارهای مردمی داوطلبانه. و دیدیم که یک آقای پاسداری هم گفته بود که باید اونجا رو منفجر کنیم، بعد نوشته های زیادی بود که آقا این پاسدارا چه کار دارن به راه و ساختمون و اینها. آقا ملت، تو رو به خدا یک کمی منطقی عمل کنید. اینجا بیشترین پلای چیز رو، بیشترین جاده ها و اینا رو اون قسمت مهندسی ارتش میاد نظارت میکنه، مخصوصا موقعی که سیل و این فاجعه های حالا اینجا بلای طبیعی خدایی هر چی که بگی، چون اینجا میگن God's Act، یعنی این یه کاری بوده خدا انجام داده ما نمیتونیم کاری بکنیم. در هر صورت سعید کاووسی، سعید جان یه دو تا صفحه داری برات یه چیزایی نوشتم راجع به این ماشینی که ما داریم، و باورت میشه ماشین نو که میخری لاستیک زاپاس نداره، میگه حالا تو برو دوباره خودت لاستیک زاپاس بخر، و یه دونه پمپ انقدی بهت میدن، میگن اگه پنچر شدی، خب اگه
اگه این تایر میتونست باد نگه داره که همون باد اولی رو نگه داشته بود، حالا که باد اولیش رفتی شما من این پمپ رو میدی بزنم توی فندک ماشین تر تر بشینم بعد این باد بشه، این که باد نداره این پنچره. خلاصه روزگار غریبی است، بشر به کجا میرسه ناگفته نماند. سالهاست هیچ کس نه خیلی ها بلد نیستن پنچرگیری کنن، از بس که این ماشینا جای جکش گذاشته اون زیر، همین جیپی که من به شما میگم سرتون رو میکنین پایین نگاه کنین، بابا این بنز یه سوراخ بغلشه، این میله رو میذاری داخل این سوراخ وایساده خانمه والا تو آلمان با کفش پاشنه بلند وای میساد بغل بنز اینجوری اینجوری میکرد، چقدر نرم چقدر آسون. من این جک جیپ رو میارم بهتون نشون میدم ببینید چه مزخرفی ساخته. یا جک تویوتا و اینها یه چیزی مثل این نونواها بود، میکردن تو تنور نون رو در میوردن، دو تا چیز رو باید بزنی به هم وصل کنی، جکه رو بکنی زیر ماشین، حالا خدا میدونی کجای ماشین هم زدی، اینو میذاری بالا بعدا اتاقش دمیج میشه. مسخره کردن مردم. بمانه تا کنون خدا به جز خرابکاری و نابودی هیچ کار دیگه ای نکرده. اگر اتفاقا اگر شما باور کنی که خدایی هست، به جز این نتیجه که شما گفتی هیچ نتیجه دیگه نمیرسی. من تمام اینایی که میگن خدا و فلان اینا میگم خب اگه شما به خدا باور داری ایشون قادر توانا هست، همه کارا رو این انجام میده، یقه اونو بگی. حالا بریم اینا رو نگاه کنیم تو ایران مردم بیچاره اونجوری سیل زده و ببینید حالا این اینایی که چیز میخونن چی میگن نوحه یا مداح هستن، ببینید اینا چجوری برای خودشون یه دکون جدید باز کردن. و توی صفحه فیسبوک من گاهی وقت اینا رو میذارم، من بارها گفتم من دوست ندارم، این رو خانم سحر شهریار گذاشته و ما هم از اونجا برداشتیم و گذاشتیم اینجا، حالا به شما نشون میدیم و ببینید که گفت من از دست نمیدونم چی اندر عذابم، اون از دست یزید میده جوابم، یه چیزای اینجوری بود تو ایران. یا میگفت طرف چیز گرسنه است و اینا، اون یکی میاد میگه خانم زردک میخوایی؟ بذارید اینجا گوش کنید ببینید اینا چی میگه. این آدمای احمق واقعا رفتن تو این آب وایستادن خودشون رو خیس کردن، حالا احتمالا اگر میخوان خودشون هم خیس کنن دیگه هر کاری میخوان بکنن تو آب معلومه هیچی نمیشه، ولی ببینید چی داره میخونه. چی شو؟ این وقتی میخوند حالا چرا نمیخونه؟ خب فهمیدن ما بهشون چی گفتیم بهشون برخ. خلاصه میگه ما غم سیلاب نداریم و فلان. و ممنونم آقای فرخ هم آمدند و هم به شما دوستان درود میفرستند هم به بنده، من هم به ایشون سلام میکنم، امیدوارم سال خوبی رو شروع کرده باشه، هر روز بهتر از روز قبل. و یه تیکه از برنامه زنده شما رو دیدم جا نیفتاده، یکم باید دم بکشه فرخ جان، را میفتی زنگ زدی و نکته جالبی رو فرخ میگفت. میگفت خب حالا سیزده بدرم این چرا اینجوری میشه؟ خب همین دیگه، اینا آدم های عقب افتاده، ویدیوشون هم عقب افتاده است، اب نداره. خب بذارید ببینیم که فرخ چی میگفت. فرخ میگفت که فکر کنم دیروز بود سیزده بدر چیز، چون آنی هم اونجا بوده، بعد میگفت که خب حالا اگه میرین سیزده بدر فلان اینا به فکر اونام باشید، شاید تو همین جا پول جمع کنید. من یادم سالها پیش تو سیزده بدر یک از این شیشه های آبی هست، شیشه نیست پلاستیکه، فکر کنم یه پنگالونی شاید هم بیشتر میگیره، گذاشته بودن که پول جمع کنن برای زلزله یا برای چیزی. تا آخر شب این همه آدم 12,000 نفر آمده بودن اونجا، این از حتی پولای دلاری پر نشده بود، در صورتی که من سالها پیش وقتی تو کار بیمه بودم فکر کنم هاندورس بود، سیل و زلزله و اینها اومده بود و مثلا اون کنار آفیس وقتی یه چیزی میذاری مردم میومدن لباس، بسته های پوشک برای بچه ها، بیسکویت، پول، اینا نمیدونم ما عادت نکردیم نشستیم هی نق میزنیم اون یکی چرا نمیاد کمک من بکنه.
یه جوکی میگن، ببخشید حالا راجع به شیرازی هم هست، میگن سه تا شیرازی مسابقه گذاشتن میخواستن بخوابن شب، گو آقا چراغ خاموش کن. گفت هر کی حرف زد بلند میشه چراغ رو خاموش میکنه. گفت چند روزی گذشت هیچ کدوم از اینا حرف نزدن، به جایی که دیگه همسایه‌ها فکر کردن اینا مردن، اومدن بلندشون کنن ببرنشون. بعد حالا خیلی قشنگتر از اینیه که من میگم، اون اولی گفت که نه آقا من زنده نیستم، من دو سه تا چیزای اینجوری. حالا وقتی نگاش میکنی میبینی واقعا این پتیک الان میخنده، میگه که سوربی به من میگه که جوک یادش نمیمونه ها، به همین خاطره چون جوک رو خراب میکنه. یه جوکی پتیک راجع به دولت و ملت و اینها گفته، میگه پسره بهش تو مدرسه گفته بودن انشا بنویس راجع به حکومت، دولت، ملت، و میگفت که این آمد و چیز کرد به اصطلاح از پدرش پرسید، و وقتی که از پدرش پرسید بهش گفت که دولت منم، حکومت یه چیزای اینجوری. حالا باز پتیک میگه آقا جوکی منم خراب کردی، باید از رو نوشته خودش بخونه. خلاصه حتما شما میدونید خیلی ها. بله خانم بیه جیلانی میگن که متاسفانه نه تنها کمک نمی کنیم بلکه کلی توقع هم داریم. زدید به هدف مثل همیشه. شما واقعا هم درست گفتید، هم قسمت دومش چه باید کرد رو هم من از شما میپرسم چه کار باید بکنیم. خانم جیلانی حتما توی فرانسه هم وقتی اشکالی پیش میاد مردم نمیگن ما بهترین نمیدونم حکومت رو داریم، ما بیشترین درآمد رو داریم، بذار گور پدر دولت دولت باید بده. خود مردم قدم پیش میذارن، کمک میکنن، و این کمک نکردن به نفع دیکتاتوراست دوستان. به حرفای اینایی که میگن اگه کمک کنیم دیکتاتور قوی میشه گوش نکنید، اتفاقا اگه کمک نکنید دیکتاتور قوی میشه. میگه اینها لیاقت همینو دارن که من تو سرشون بزنم، و برای یه یارانه چنه، برای یه یارانه ماه تا ماه دست تمنا به سوی من دراز کنن. اینم از این. رهبران خوب نداریم، منظورتون از رهبران میدونم حکومت نیست، اونا که ثابت کردن بدن. رهبران خوب شما درست میگی، جامعه سالم داخل خودشون یه سری میان به عنوان رهبر جامعه و اینا را میفتن، مثل همون خانواده که پدر میره کار میکنه، مادر تو خونه مسئولیت داره، اینا رهبرانی هستن که بچه ها رو اگه صبح بیدار نکنه نفرستش مدرسه، هیچ بچه ای نمیخواد بره مدرسه. خود مادرم که بیدارش میکنه دلش نمیاد بچه رو بیدار کنه تو سرما یا گرما بفرسه، ولی چون برنامه داره، هدف داره برای فردا، اینجوری میشه. دیدم خانم جیلانی با آقای فرامرز دادرس یک به اصطلاح گفت و شنود اینترنتی روی فیسبوک داشتن. آقای دادرس آمده بود ماجرای ققنوس و مجاهدین خلق و کانادا و مجلس و اینها رو گفته بود و شما اعتراض کرده بودید. به نظر من آقای دادرس حق داره، چون میگه که حالا من کاری نیستم که جلو اینا رو گرفته باشم، اگه کارهایی که اینا میکنن حقیقتا به جایی میرسه خب بذارید انجام بدن، ولی به منم اجازه بدید تا منم صحبت کنم، نظراتم رو بگم. و همیشه فکر نکنیم چون من نظرم اینه که مثلا این ماشین رنگش خوبه شما هم باید ماشینتو بفروشی این رنگی بخری، یا ماشینتو بری رنگ ماشین من درست کنی. اینم از این. خب و اما من یک کم چایی بخورم با اجازهتون. دو ساعت قبلش هم برنامه داشتم با دوستان کانون آوا، این گلوم خوش شده. ما همه عاشق چای هستیم برای چی دوستان؟ میگفتن به خاطر ریش سفید قند عاشق چای شدی. حالا اینجا که همه رو میترسونن از قند خوردن، مثل اصفهان بود پولکی داشت، اینجا زنجفیل یا جنجر که با نوعای مختلف، ولی این فکر کنم کره‌ای ها هستن اینا رو درست میکنن. بعضی هاش چنان تنده، وقتی هم بهش میگه خیلی تنده، میگه به خاطر اینکه خاصیت داره. پس هر چیز تندی یادتون باشه که خاصیت داره. سوربی هم اگه تند صحبت میکنه خاصیت داره، نه تند یعنی سری. تند یعنی این کلمه ها خیلی جالبه، تند، سری، تند یعنی به اصطلاح مثل بر میخوره به بعضی ها. چی بگم؟ چای اعتیاد داره. چی خانم اعتیاد نداره؟
نفس کشیدن هم اعتیاد داره، پس بگیم ما نمیخوایم معتاد باشیم نفس نکشیم، من میخورم به سلامتی شما. یادم این آقای کابوسی هر وقت برنامه میذاشت هیچ وقت نه آب میخورد نه چیزی. خیلی هم ایراد میگرفتن که چرا آقا شماها آب میخوری. من فکر کنم باز اولین مجری تلویزیون ایرانی باشم که آبجو آوردم شب خوردم. یادمه شب خیز یه شب من رو دید توی برنامه نمایشی بود، گفت آقا دمت گرم تمام به اصطلاح مرزا رو شکستی. گفتم نه آقا، این آقای دیوید لدرمن سالها مینش از کنیاک میخورد و سیگار میکشید. ما ایرانی ها چقدر میخواییم به هم دیگه دروغ بگیم. اگر آبجو خوردن بده، من اول باید از خودم خجالت بکشم که میخورم. اگه خوردم، اگه از خودم خجالت نمیکشم، از خودم وحشت ندارم، با خودم تعارف ندارم، با شما باید تعارف داشته باشم. شما اگه دوست من باشید که میدونید آبجو میخورم، اگرم دشمن من باشید که حالا خب بفهمید آبجو میخورم، خود شما چی میخورید؟ عرق نوش. خیلی من تشبیه میکنید من بیشتر بنوشم. مرسی. اون روز داشتم با پتیک صحبت میکردم، گفت من الان برم یا آبجو بخورم، دارم کار سنگین انجام میدم اینا. گفتم یه روزم ما تصمیم گرفتیم آبجو نخوریم، شما باز گفتی آبجو من باید برم بخورم. گفت آقا برو بخور، تا هستیم تا زنده هستیم استفاده میکنیم، نخوریم میارن سر قبرمون. البته میارن سر قبرمون. یکی از دوستای ما خدا رحمت کنه ایشون هم فوت شد، وقتی آمد بود اینجا و رفتیم سر خاک پدر ما، تو ماشینم شراب و اینها برده بودیم، بعد وقتی خواست شراب بخوره یه مقداری هم ریخ رو خاک پدر ما. میدونید که این کار انجام میدادن برای اینکه یعنی چون با هم همساقی بودن، چون هم ساغر بودن، هم میخونه ای بودن، میگن ما حالا هم حتی به یاد شما مینوشیم. اسپانیش ها این کارو میکنن، نمیدونم آمریکایی ها این کارو میکنن یا نه، ولی اسپانیش ها دیدم توی گدرینگشون، توی گرده همایشون وقتی مشروب میخورن یک کمیشون میزنن رو زمین. بعضی ها فکر میکردن اینا به خاطر اینه که مثلا اگه این آبجوبه باز بوده ممکنه دورش زنبور و اینا میاد. مرز اینه سهم مرده. مجریان تلویزیون بلژیک هم شراب مینوشن. اینجا دو تا خانمی که یکیش الان 70 خورده سالشه، یکیش جوانتره، خانم هدا قطبی که یه مدت همه فکر کردن ایرانیه ولی فکر کنم مصری باشه، و اون یکی دیگه که اصلا اسمش هم نگم بهتره، صبح ساعت 9 برنامه داره، دو تا لیوان شراب که هر کدومش نصفی بوت ریختن توش، نه لیوان شرابی که آقای اینجوری کم بریز برای شما، میذارن جلوشون صبح با شراب سفید شروع میکنه. در هر صورت اینم از این ماجرا. خانم جیلانی میگه وقتی اون کار مشروب رو میریزن میگن سهم مرده. خب خوب اقلا عرق خورا اینقدر با معرفتن که برای مرده ها هم سهم دارن. این دیکتاتورا، شیخا، آخوندا اینقدر بی معرفتن که حتی سهم افراد زنده رو نمیدن. خب بیایم بریم سراغ نوشته ها و چیزایی که من براتون گذاشتم تا ببینم چی شد. با عرض خسته لطف از اینجا نفر برنامه را برایم بفرستید. باید بگم اوکی، بعدا میفرستم. الان دیگه براتون لینکش رو گذاشتم و چشم اینجوری میگم اوکی. دوستان دو ساعت برنامه کانون آوا، یک ساعت و نیم، یک ساعت چه بود، با آقای حسن حیرانی. گوش کنید اون برنامه رو ببینید و عمق فاجعه سازمان مجاهدین اونجا معلوم میشه. سازمانی که 50 سال پیش با اون سر و صدا شروع کرد و با افتخار جوانها بهش پیوستند، امروز یک سازمان پیر و فرسوده و عقب افتاده شده و هیچی ازش باقی نمونده. و اما ادامه سیل در شهرهای ایران، سیلاب گسترده در لرستان و طغیان رود در تهران. اینکه آقای خامنه ای نمیدونم واقعا همچین چیزی گفته، گفته من رفتم یک کم تربت انداختم، همین مهر نماز و تربت اینا انداختم توی آب و آب به اصطلاح سیل تموم شده.
واقعا همچین چیزی رو گفته. ولی امروز یه فیلم می دیدم، این فیلمه اون آقای اکبر عبدی توش بچه بوده بازی کرده، اون موقع که داشتن مسخره می کردن یه حاج آقای همینو میگه، میگه که من رفتم تربت ریختم و بارون بند اومد و آب کم شد و مردم راضی شدن. در اصل نمیدونم والا چه باید کرد. و اما انتخابات شهرداری ترکیه، حزب رقیب این، بعضیا اردوغان میگن، بعضیا اردوغان میگن، بعضیا اردوغان میگن، مهم نیست، اسم اسمه. در استانبول هم پیشتاز است، جایزه خداوندگار موسیقی بنیاد آقاخان به محمد رضا شجریان رسید. جالبه محمد رضا شجریان این جایزه رو گرفته ولی تو ایران مثل میخوان به اصطلاح دادگاهیش کنه. دومین زن متهم به قتل برادر کیم جونگ اون نیز آزاد میشود. ماجرای برادر قتل برادر کیم جونگ اون، میدونی که این عموش کشته، برادرش هم که ناتنیش بوده، یک برنامه پیاده میکنن براش و به دو تا زن بیچاره میگن که ما میخوایم به دوستمون کلک بزنیم. دیده بود اون وقتا یه بازی بود، میگو چشت بود اینجوری کن اینجوری کن، بعد دست میزدن تو واکس یا پودر زغال میمالیدن به صورت این و اینها برای خنده. به اینا میگن که ما میخوایم برای این شوخی کنیم، اینجا بهش میگن پرکتیکال جوک، شوخی فیزیکی. خلاصه تو ایستگاه قطار وقتی برادر رو داشته میرفته به این دوتا خانم میگن شما برید دست بمالید به صورتشون، اینا این چیزها رو بمالید و بعد برید دستتون یه چیزهای اینجوری. خلاصه اینا این کارو میکنن، بعد دیدید دیگه طرف افتاد و مرد و اینا. وقتی اینا رو گرفتن گفتن ای شما زدی اینو کشتی، گفت ای ما بهمون گفتن که این یه جوکه و به ما اینو دادن، پول دادن بریم این کارو بکنیم. اونا مدتی زندان بودن، حالا میگه که دومین زن هم به نظر میرسه که آزاد بشه. خلاصه بعضی وقتا مواظب باشید چیزایی که میگن. مثلا اون وقتا مردم مسافرت که میخواستن برن خیلی آسون میبردن وسیلهی رو برای یک کسی، حتی یه جوری رد شده و طرف میگه آقا اگه شما دو تا چمدون برای من ببری بلیتت مجانی، ولی برای خودت از این کیفای همراه ببر که میبری، چون که تو چیزی نمیخوای، میخوای بری حالا مثلا تایلند، میخوای بری فلان، از اونجا وسیله میخری میاری، شما این ساکو ببر. بعدا دیدید که چقدر معلوم شد الان توی تایلند مخصوصا اگه اشتباه نکنم مخصوصا زنها هستن منتظر اعدام، یا تایلند یا سنگاپور یه جایی که اینا اعدام میکنن این چمدون اصلا مال من نیست. تو فرودگاه وقتی از شما میپرسه که چمدونتون خودتون بستید، ما یه مدت یاد گرفته بودیم شوخی میکردیم میگفتیم ما که رئیس جمهور نیستیم که خدممون بسته باشه، ولی اون منظور داره، میگه شما قبول میکنی که این چمدون مال خودته، شما قبول میکنی که خودت اینا رو با آگاهی کامل گذاشتی اینجا، ولی اون چمدونا توش جاسازی شده بوده. یک ویدیویی هست مال یه آخوندی که میگه ما سالها پیش تو سوریه یه ماشین بلیزر رو خریدیم، یا جیمی شورلت چیه اینا هم یه کارخونن جی ام سی همشون هی اسمان مختلف میذارن، خریدیم بدنش رو به اصطلاح پاره کردیم، اسلحه گذاشتیم توش، کفش رو پاره کردیم اسلحه گذاشتیم توش، درستش کردیم. بعد یه ایرانی دانشجو بدبختی که میخواست بره ایران پول نداشت، بهش گفتیم که خب ما کمکت میکنیم این ماشین رو ببر یه پولی هم بهت میدیم، گویا اونم برده و اونجا هم برو به تحویل. بعد از انقلاب بهش گفتن که این اسلحه داشته، گفته خب اگه منو میگرفتن اعدام میکردن شما چی؟ گفته بود نمیدونم استخاره کردیم از حاج آقا پلانی پرسیدیم، از این مزخرفایی که برای دیگران میگن، شما شهید محسوب میشدی یا همچیزی. خب پدر سوخته چرا خودت نرفتی؟ که اگه میمردی افتخارش برای تو، اگرم میمردی افتخارش برای خانوادت. نشون میده اینایی که به شما میگه برو حرم ببند، نمیدونم فلان مرضت خوب میشه، خودشون میرن انگلستان، برو شهید بشو میری با 70 تا هور، این ترجیح میده فعلا با همین 40 50 تا هور همینجا زندگی کنه و به اونجا نره. همش دروغ دروغ دروغ. و همونجوری که آقای خورسندی هم اون روز نوشت، واعظان کین جمله در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن. برگردیم به سراغ سیزه بدر و آقای فرخ که آهنگایی هم که میذاشت در رابطه با همون مود یا حال مردم بود که
آهنگای معین که ماشاءالله وقتی میخونه شما میتونی قشنگ سینه بزنی، گریه و زاری کنی. وقتی میاد اینجا یه عده خانمایی میان اونجا میشینن، بعد شما نگاه میکنی میگی خب با این سن و سال اینا معمولا تنها نیستن که برای شوهری چیزی گریه کنن. بعد فکر میکنی آها این از دست شوهرش داره گریه میکنه. خانمها دور میزنن، واقعا عین مراسم روزخونی به اصطلاح اونجا گریه و زاری انجام میدن. میگه که در آغاز کنفرانس رؤسای عرب، هنگامی که سخنرانی دبیرکل جامعه عرب شیخ تمیم امیر قطر اجتماع را ترک و که به شهر بازگشت، دبیر کل دخالت کشورهای همسایه در امور داخلی عربها را تقبیل نمود و از ترکیه همپیمان قطر نام برد. ترکیه در قطر پایگاه نظامی و 5000 ارتشی دارد. اینا ببینیم که ویدیو و عکسای زیادی اومده از همین نشست مسلمان ها و اعراب که همشون هم تو این جلسات معمولا خواب هستند. و این تدخلات من گرانینا فی الاقلیم، یک لحظه اجازه بدید، این داره صحبت میکنه و احتمالا نشون میده که اون امیر قطر مجلس رو ترک میکنه. اینو داشته باشید. حالا اون قسمت عربیش هم این دوست ما چون اینا رو از خلیج فارس میفرسه معمولا صداش عربی هست. حالا ما میذاریم، بالاخره بعضی ها ممکنه یه چند تا کلمه رو متوجه بشوند. من ایران و ترکیه فاقمت من تعقد الازمات و ادت الى طالتها بل و استعصائها على الحل ثم خلقت ازمات و مشکلات جدیده على هامش المعضلات الاصلیه لذلك فإننا نرفض كافة هذه الدخولات وما تحمله من أطماع ومخططات ونقول بعبارة واضحة أن ظرف الأزمة هو حال مؤقت وعارض سيزول طال الزمن أم قصر. أما التعدي على التكامل الإقليمي للدول العربية ووحدتها الترابية فهو أمر مفهوم عربي عليون حاضر در سرعت این حزین ماجرا. منم توی این زمان in the meanwhile به قول معروف یک جرعه آب چایی نوشیدم و دوباره دوتا از این جنجره یا همون زنجفیل خودمون رو بالا انداختم. و اما ببینیم که رئیس فلسطین، نماینده سودان، امیر کویت و رئیس جمهور یمن، این عکس رو ببینید. بله، گفت که مملکت رو آب میبره، این آقایون رو خواب میبره. بله، این محمود عباس که خیلی کارش خرابه، سنم بالا، این یکی هم همینجور، همه سننا بالا. حالا یکیش موهاش رنگ میکنه، سیبیلش رنگ میکنه، ولی اینا دیگه باید برن بازنشست بشن با آبرو، ولی چون آبروی ندارن خب دیگه وای میسن تا یا کشته بشن یا یکی دیگه بیاد پدرشون رو در بیاره. و اما اینم نماینده الجزایر، نشون بدیم که یه وقت دوستان گلگی نکنن آقا چرا الجزایر رو نگفتی. اینم نماینده الجزیره، الجزایر، باده به کمرای دو. آها، خب دوستان عزیز، میدونید که ما سیستممون جدید کردیم و اون سیستم قدیمی برای من به اصطلاح که برای برنامه‌های زنده استفاده می‌کردیم اونو داریم. گفته بودیم 300 دلار، حالا قیمتش آوردیم پایین‌تر، 250 دلار، 200 دلار اگه کسی خواست تو این منطقه بهش میدیم، اگر بیرون از منطقه باشه 250 200 دلار به اضافه پول پستش. و اینم برادرزاده سلطان قابوس پادشاه عمان، اینم خوابه. خب آقا همه که خوابن. این یه شعری بود آقای گلپا میخوند که ملت به خواب نازن چشمای شاه بیدار، یا چشمای شاه بیدار، این که همه خوابن. اینجا دیروز در تونس کنفرانس رؤسای عرب برگزار شد، ببین و بعد نتیجه گیری کن و بپرس چرا این کشورها دست نشد. کاش یه عکس از همه میگرفتن یا میگفتن
هر کی بیداره بلند شه، تا اونایی که خوابن معلوم می شدن. در اصل به نظر می رسه که خیلی ها خواب بودن، ولی اگه اشتباه نکنم همین دوستمون، بله اشتباه نمیکنه، همین دوستمون یه ویدیویی فرستاده، یک خانمی داره مصاحبه میکنه، خوب توضیح میده الان من با آقای فلانی 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 مصاحبه میکنم و دوربین رو اونه که حاضر بشه بیارنش به اصطلاح روی برنامه. وقتی دوربین شروع میکنه نشون دادن، این داره خورخور میکنه، خانمه هم هی صداش میزنه آقای فلانی آقای فلانی، خورخور با آسمون میرسه، ولش میکنن میره. بذارید ببینم این دوستمون لینک هایی رو فرستاده در چه رابطه است. چون که شب زنده داری میکنند، خانم بازی میکنند، باریکلا درست هم میگه، و نه با یکی با خیلی ها. همین هادی غفاری گفته ریشه حل مشکلات کشور فقط اصلاح قانون اساسی است. اینو دیروز من برای آقای چمنارا فرستادم، گفتم آقای چمنارا مثل کم کم اینا هم قانون اساسی شناس شدن. گفت که اینا یه تکنیک استفاده میکنن بهش میگن ضد کودتا. این تکنیک رو انگلستان در جهان سیاست راه انداخته. ضد کودتا اینه که وقتی یه نفر میدونه که ممکنه کودتا بشه، خودش یک کودتای را میندازه و حالا یا اونا رو میگیره یا سرکوب میکنه و اینها، بعد میگه که ببینید یعنی ما اینقدر قدرت داریم کودتاها رو از بین میبریم، اینا نمیذاره کسی نفس بکشه. میگه حالا اینها هم بذارید اصلا براتون بخونم این قسمت رو با هم، که یه چیزی هم بالاخره ما امروز گفته باشیم برای شما. بعد نگید آقا من حمایت نکردم چون چیزی یاد نگرفتم. بفرمایید یاد بگیرید، ببینید چی گفته این هادی غفاری. مگه همین نبود کشته شد؟ یا اون بچه اون محمد رینگو بچه چی بود منتظری؟ نه یکی دیگه از اینا بود کشته شد. خب ریشه حل مشکلات کشور فقط اصلاح قانون اساسی است. ایرنا، یک فعال سیاسی، معتقد است راه پاسخگویی به اعتراضات مردم و حل معضلات کشور اصلاح ساختار و برچیده شدن نظارت استصوابی است. هادی غفاری در تحلیل خود از حوادث سیاسی سال پیش رو اظهار کرد: من به عنوان فردی که در حوادث قبل و بعد از انقلاب اسلامی حضور داشتم و به نظام جمهوری اسلامی وفادار هستم، بر این باورم که مشکلات ما ساختاری است و باید به دنبال راه حل از طریق اصلاح ساختارها براییم. مشکل ما در بحث قانون اساسی جدی است و نیازمند آن هستیم که در قانون اساسی بعد از 40 سال تجدید نظر اساسی داشته باشیم. نمیتوان به افرادی اختیارات تام داد اما پاسخگو نباشند. همه باید در برابر مردم پاسخگو باشند. اکنون در دنیا قدرت تقسیم شده است. خب یکی به اینا بگه پدر سوختا، اصلا تو اسلام که میگه و شاورهم فی الامر، و شما ادعا میکردید که شماها زودتر از دیگران این رو فهمیدید که حل مشکلات با مشاوره و مشورت با دیگران است، ولی این کار رو نکردی. وقتی که صحبت از آبجو و اینها شد، پتیک یه عکسی برای من فرستاد، نوشت که برای این که پا نگیره و آب ساختمان رو نگیره. ببینید اینجا وقتی یه کاری انجام میدن، یه چیزایی هست بهش میگن کن، یا مثل قیفه تقریبا، میارن میذارن تو جاده ها. دیدید یه چیز زردیه که به اصطلاح توجه هم جلب میکنه برای رانندگی و اینها. پتیک داره یه دیواری رو خراب میکنه، تو این دیواره یه لوله آب، لوله های آب اینجا هم که مثل عهد شاویز ویزک هنوز با لحیم و با مس و اینها هست. من نمیدونم چرا اینا از اون ماجرای پیچ و زانوهای پیچی و اینها استفاده نمیکنن. اگه ببینید وقتی اینجا خونه میسازن چجوری این از این ور سیم برق رد میشه، از اون ور آب رد میشه، از اون ور توالت رد میشه، همش نزدیک هم. والا تو ایران اصلا از این کارا نمیکنه. در صورت گفته خب من حالا اینو میکنم، افراد خانواده میان رد میشن، میگن چه خوب شد اینجا باز شد. این لوله رو یه دفعه نمیبینن، میگن طرف سر به هواست، یعنی سرش جلو پاش رو نگاه نمی کنه. این کاری که کرده، آبجویی که خورده قوتیشو گذاشته اینجا، میگه اینجوری هم میبیننش هم پاشون نمیخوره، بزنن اینو بشکنن و این ساختمون پر از آب بشه.
گفتم خب بفرمایید، یه دلیل دیگه برای آبجو نوشیدن که اقلا از قوطیاش استفاده کنید. آبجو خوبی هم میخوره، یه آبجو پیتر آلمانی پیدا کرده، هم ارزونه و هم به صورت 16 اونسیه. 16 اونس میشه نیم لیتر. اونایی که 12 اونس میشه 300 میلی متر فکر کنم میشه یک سوم لیتر، ولی 16 اونسی میشه نیم لیتر، همون اندازه آبجوهای آرگو و مجیدیه و شمس و اینا. و بعدم که نزدیک های انقلاب داشت یه آبجوهای خارجی میمد، نمیدونم شلیتز بود شوارتز بود چی بود، که خیلی هم وقتی میخوردیم کله پا میشدیم. و اما بذارید ببینم براتون اینجا چی گذاشتم. گفتم بهتون این پاپ از همه پاپای قبلی پدر سوخته تره و موزی تر و زیرک تره، و وقتی که دیدن جمعیت فوج یعنی دسته به دسته، لشکر به لشکر، دیدن جمعیت مسیحی دسته به دسته دارن کلیساها رو ترک میکنن و میرن میگن آقا کلیسا خونمون، خدا تو خونمون، اینها این آقا رو آوردن علم کردن. چون گند اون یکی هم داشت در میبرد، اون آقا جز به سازمان اس اس بود اون قبل از این اس اس میگن درست میگن دیگه، نه مال تو آلمان. حالا ببینید این آقای پوپ چی گفته. پوپ گفته بابا دنبال این نباشید که هی به مردم بگید که این دین مسیحی چه دین خوبیه، بیاین اینجا سعی کنید با مسلمون ها دوست بشین. حالا چرا؟ ببینید میخواد اونایی هم که یه مقداری لیبرال هستن و اینها همین جوری نگه داره. میگه مراکش، این اینا مراکشی هن دیگه، این قبطی میگن کلاهای اینجوری. پاپ گفته که مسیحیان به جای تبلیغ دین با مسلمانان دوستی کنند. بعد اینجا میبینید که نشسته با اونها و میگه پاپ فرانسیس سفر دو روزه خود به مراکش را وقف ترویج گفتگو میان ادیان به ویژه میان مسیحیت کاتولیک و اسلام کرد. او روز یک شنبه و در دیدار با رهبران جامعه اقلیت کاتولیک شهر رباط گفت که اقلیت بودن به خودی خود مشکلی به حساب نمی آید، هرچند که به روز برخی مشکلات برای بعضی همکیشان ما قابل درک است. نمیفهمم. رهبر کاتولیک جهان افزود اقلیت بودن مسئله نیست، ناچیز بودن رنجاور است و عدم مشارکت در گفتگوی جهانی برای مقابله با افرادگرایی مذهبی در داور است. فرخ حرف ما رو گوش نمیکنه، باز برداشت برای ما با فارگلیش نوشت. من دیدم که هدیه غفاری قاتل هویدا، هادی غفاری قاتل هویدا از روی پل با مسلسل به طرف دانشجویان شلیک میکرد. آره اینا، این و اون محمد رینگو اینا اول انقلاب چون اسلحه و طرز استفاده از اسلحه را بلد بودن، اصلا شده بودن شریف، شده بودن کلانتر شهر. ولی ماجرای هویدا رو یه مقداری با احتیاط تر بگید، چون من از داداشش فریدون هویدا پرسیدم، همینجا بود تو فرفکس، و گفت که معلوم نشد کی کشتش. بعضیا میگن خلخالی کشتتش، میدونید ماجرای تلفونا رو قطع کرده بوده، بازرگان داشته سعی میکرده آزاد کنه اینا رو یا نیذاره بکشنشون، سب کنه. گفته آقای 13 سال نخست وزیر بوده، از یه چیزایی خبر داره، ممکنه یه پولایی یه چیزایی یه جایی باشه، ولی تا اونا میان برسن به زندان اینا میکشنش. حالا کی میکشه؟ قفاری کشته، اون خلخالی کشته، اینا نمیدونم، ولی شایعه اینه که اون کسی که اینو کشته میترسیده که خود هویدا مثلا بگه آقا همین آقایی که الان رئیس دادگاه خود این مأمور ساواک بوده، اینجوری بوده. اینم از این. ولی هویدا توی زندان که بود، من یادمه ایران بودم، خبرنگارای خارجی رفتن باهاش مصاحبه کردن، خودش هم گفت وضعم بد نیست، کتاب دارم فلان دارم و اینها، و
وقتی هم تو زندان بود، حالا یا جوک بود یا حقیقت، بهش میگفتن که گفتن بله از کاخ نخست وزیری اومده اینجا، جا تنگه و این زندانی که شما ساختی اینجوری به مردمه. اینم گفته بود خب شما حالا زندانی که میسازید نسبتاً بزرگ و راحت بسازید که دوره خودتون وقتی خواستین بیان زندان شما زنداناتون بهتر باشه. ولی گذشت آنچه بود و امروز اینجا هستیم. و اما هویدا، شما گفتی من روی وبسایت خودم یه چیزی گذاشتم که اینم باز بهتون نشون بدم، روی فیسبوک بهتون نشون بدم و دوستان ببینن. یک بهمن بیگی هست، این اصلا بدبخت آدم دلش هم برس میسوزه وقتی میومد اینجا، این همیشه آویزون اینونه. بعد این فکر میکنه شاه آدم متجددی بوده، نمیفهمه که شاه آدم ترسوی بود، از ترسش به خدا و دین و اینا هم آویزون شده بود. اون روز یه نفر یه چیزی فرستاده بود، من گفتم بابا جون این شاه با نادانیش این سنگ رو در چاه انداخت، حالا 40 سال شما بشین فکر کن این سنگ رو چجوری بیاریم بیرون. مثل داریم میگن یه سنگ رو یه آدم احمق میندازه تو چاه، 100 تا دانشمند نمیتونن درش بیارن. و این نوشته رو من آقای شاهین فتحی فکر کنم گذاشته بود، بله آقای شاهین فاتحی، ببخشید اگه گفتم فتحی. ببینید اینجاست، براتونم میخونمش یک لحظه. کپچر سلکت آل، میایم اینجا. داشتم اینو میگفتم، من سعی میکنم در طی روز بیش از 2 یا 3 موضوع روی فیسبوک نذارم. بعد یه چیزایی هست که مربوط به مردم تیویه، اونا رو مردم تیوی میذارم، یه چیزایی هست که خود من مثلا خوندم خوشم اومده با شما شیر میکنم در میون میذارم. ببینید این عکسارو که گذاشته اینجا، این همون وقتی فرخ میگه بله، این مثلا کلت برداشته داره به دیگران هم نشون میده، پوز میده بماند اینجا. ولی این جالبتر از همش اینه، شخصی که عبا پوش در وسط تصویر دیده میبینید، تصویر میبینید، حاج کریم دستمالچی از بازاریان معروف تهران است که که هزینه هواپیمای حامل آیت الله خمینی به ایران را شخصا پرداخت کرد و در سال 1360 با حکم ارتداد خمینی به جرم برگزاری تظاهرات مخالفت با قانون قصاص اعدام شد. نام برده یکی از اعضای جبهه ملی ایران بود و قبل از انقلاب منزلی برای خمینی در پاریس خریداری کرده بود تا در صورتی که اقامت خمینی طولانی تر شود در آنجا زندگی کند. وی 22 تیر ماه 1360 اعدام شد. من بهتون گفتم من یه دیداری داشتم چند سال پیش که رفتم فرانسه با آقای حسن بنی سعد، ابوالحسن بنی سعد، اولین رئیس جمهور به اصطلاح ایران سال 1978-79، و از ایشون پرسیدم اینی که میگن کارتر پول داده به خمینی تا چقدر درسته و مبلغش چقدر بوده، چون یکی میگه 13 میلیون، یکی میگه 50 میلیون، یکی میگه. گفت آقا اصلا کارتر به خمینی پول نداد، خمینی احتیاج به پول کارتر نداشت. بعد 2-3 تا اسم گفت، یکیش همین دستمالچی، یکی شانه چی یه چیزی. گفت اینا میومدن فرانسه، حالا میومدن فرانسه کی؟ بعد از اینکه این خونه رو خریده و حالا ببینید چه پولایی داشتن اینا بازاریا، که توی نفل و شاتو خونه خریدن یا هر جایی خونه خریدن، بعد اون مراسم رو میذاشتن، برو بیاها، اینا همه خرج داره. بعد میگه که مثلا تو یک جا 40,000 فرانک، اون موقع واحد پول یورو نبود توی فرانسه، 40,000 فرانک گفت گذاشت. گفت خمینی به من گفت که به اینا بگو امروز پول میدین فکر نکنید مقام و منصبی میخریدا. یعنی ببینید چقدر روتلس بوده، از همون اول به اینا چیز میگرد. بعد خندید آقای بنیستر، گفت همونم اعدام کرد. اینم از این ماجره. بله حالا بیاییم بخونیم اون نوشتره که من براتون گذاشتم، چرا این عکس رو گذاشتم، و ببینید که دولت شاه هم با من و شما رو راست نبود. دولت شاه از ترس چنان کارهای اشتباهی کرد که تا امروز هنوز اون نسل 50 و می نمیدونم دهه 50 یا اینا رو گوش کنید، هی مزخرفات که طرف میگه که نمیدونم ما یک کشوری میخوایم که آزاد باشه، اینجور باشه، اونجور باشه، اون یکی میگه آها مثل زمان شاه. آقا آزاد، آزاد اجتماعی بود، آزادی سیاسی نبود. بعد از لحاظ گرونی بله وضع مردم
بهتر از الان بود، ولی باز هم گرونی بیداد میکرد. یه عده‌ای میخوردن، از خوردن زیاد دل درد میگرفتن، یه عده‌ای از گرسنگی دل درد میگرفتن. هویدا مردی که با گل آمد و با گلوله رفت. واقعه ترور جان باخته میهن هویدا را باید از سال 1338 جستجو کرد. گوش میدی طرفدار پادشاهی؟ گوش میدی آقای رضا زرابی؟ گوش میدی آقای اون دیگه‌ای که هی فکر میکنید اون موقع ایران به اصطلاح گل و شمع و گل و پروانه بود؟ سال 1338 زمانی که منوچهر اقبال نخست وزیر بود، در این زمان مقرر شد هر ماه مبلغی به عنوان کمک به بعضی از روحانیون در نظر گرفته شود، و چون این مسئله در ردیف اصلی بودجه قابل تغییر نبود، آن را از محل بودجه محرمانه نخست وزیری تعریف و شروع به انجام پرداخت آن نمودند. در سال 1340 و حضور تیمسار پاکروان و علم، این مقرری 2,000,000 تومان در ماه بود. 2,000,000 تومان. دوستان، من دبیر بودم، حقوقم 4,000 تومان بود با اضافه کاری و نمیدونم 4,000 تومان. معلمای بدبخت که 3,000 تومان و 2,500 تومان و اینا میگرفتن. بعد حالا ما تازه سال 1355 اینا رو میگیم، 57 میگیم، اینا 1340 2,000,000 تومان. گوش کن، میگه که و مرتب تحت امضای مستقیم نخست وزیر پرداخت میشد تا شروع صدارت مرحوم هویدا، که این مبلغ به 5,000,000 تومان رسید. اونایی که فکر میکنید هویدا خیلی آدم پیشرفته ای بوده، اون هم همین کار انجام میداده. چون شما اگه تو مسیر اون غلط قبلی نری، میفهمن که باهاشون همراه نیستی، میان تیشه به ریشت میزنن. و البته بودجه برای حوزه علمیه نبود و به روحانیونی خاص نظیر طالقانی، منتظری، قفاری، مطهری و مفتح در تهران و مشکوه یا مشکات در خادمی طاهری در اصفهان و بهشتی در اصفهان و آلمان و جنتی و مصباح و آیت الله شریعت مداری در تبریز و آیت الله شیرازی در مشهد و دستگاه در شیراز و مصباح یزدی و روح الله خاتمی در یزد، آیت الله مرعشی خانساری در قم، همه اینا رو نوشته. در قالب امور هم صرف تبلیغ اسلام صفوی در حوزه های منوط اسلامی میگردید یا نمیدونم، و در استثناهایی هم این جیره صرف امور شخصی و شیطنت‌های روحانی جیره بگیر میشد، مثل بهشتی در آلمان، مصروفات شخصی بعضی از آخوندها که صرف عیاشی شرعی بعضی از روحانیون میشد. در امتداد 13 ساله صدارت هویدا این جیره از آغاز تا پایان وزارت مرحوم هویدا از 2,000,000 به 50,000,000 در سال رسید. 50,000,000 تومان. و قابل ذکر است که هرگز این مبلغ به خمینی به دلیل اقدامات مشخص ایشان در فتنه های اتاق فکر آمریکا یا انگلیس ها پرداخت نشد، و هاشمی رفسنجانی این کمبود را از بازار تهران جمع می کرد و مبلغی در حدود 5,000,000 تومان بود و به نجف ارسال می کرد. اون آقای رضا فاضلی که میاد مزخرف میگه این آخوندا 2,000 نماز می خوندن، روزه می خوندن، و ما هممون یاد گرفتیم آقا میمد خونه عمه من 2 تومن می گرفت فلان، اینا از قدیم پول داشتن، برنامه داشتن، خرج میکردن، کمپای ارتشی رو میرفتن میدیدن و اسلحه میخریدن و اسلحه وارد میکردن و اینا. اون مزخرفات رو از کلتون بیرون کنید، چون اگر این مزخرفات رو بیرون کنید جاش رو یه حقایقی میگیره که بر اساس اون حقایق ممکنه اون وقت حریف آخوندا بشین. تا اون زمان نمیشید، هی بشینید مزخرف بگید. خب و اما بگی ققنوس، ما میخوایم برگردیم به عقب. یکی میگه آقا عقب چه سالی؟ سالشو من بگو. خب یکی که میگه میخوام برگردم عقب، بگید میخوام برگردید به سال 1400 قبل، میشه 1100 دوره کوروش و اینا، بیارید ببینیم چه خبر بوده اون موقع. خب
بله در قالب امور و اینها جیره از آغاز تا پایان اینو خوندم، حدود 5 میلیون و به نجف ارسال میکنم. بله یکی از دریافت کنندگان هم آیت الله قفاری پدر حجت الاسلام هادی قفاری بود که در سال 1342 به دلیل مشارکت در شیطنت های خمینی به زندان افتاده بود و البته در زندان هم این مبلغ به او پرداخت و طبق تمهیدهایی که این مبالغ به مصر وفاتی که او تشخیص میداد میرسی به مصروفاتی. چی می‌نویسن مصروفاتی؟ خب و من میگم این چیه خدایا مصر وفاتی. و قفاری در سال 1351 به دلیل کهولت سن در زندان فوت کرد و همین هم بهانه‌ای برای دشمنان میهن فراهم آورد تا شایعه مرگ قفاری تحت شکنجه سباک را مطرح و از او امام موسی کاظمی دیگر بسازد و در خلاصه مهم برای من نیست که کی زد هویدا رو کشت، مهم اینه که ببینید این حقوق دادن و این آخوندها رو در دستگاه سلطنتی پرورش دادن و بزرگ کردن. بعد خب دیدید شما اینجا خیلی ها هستن ببر رو نمیدونم شیر و اینها چی میکنن، طرف تو شیر داره فیل داره، خب خیلی هم فکر میکنه کنترلشون میتونه بکنه، ولی یک وقت هست که کنترل از دستش در میره و اون شیر حمله میکنه یا پلنگ حمله میکنه و صاحبش رو زخمی میکنه، احتمالاً میکشه. این ماجرا بود. حالا هی شما عکس بنداز که آخوندا دولا شدن جلو شاه، آقا اوباما هم جلو فلان سلطان عربی دولا شد، ولی دیدید نفت رو یه دفعه از گالون 4 دلار و نیم 5 دلار آورد رو 2 دلار. اونا براشون مهم نیست دولا شدن. حالا شما دلت خوشه که نمیدونم فلان سفیر انگلستان به شاه دولا شده، آقا دولا شدن ولی از اون ور دولاش کردن بیچاره رو. ای کاش که این دولا میشد برای مردم و وطن خودش بمانه. اینم برنامه هایی که روی چیز شما میبینید و بریم ببینم براتون باز چیز چی گذاشتم بخونیم و بریم. و اما این کجا رفتیم؟ این یه خبرم از Voice of America‌ست. آمریکا. بله، بیانیه پایانی سران اتحادیه عرب همکاری گفتن همکاری با ایران بر اساس حسن همجواری و عدم دخالت در امور یکدیگر. حالا اینو چجوری میخوان انجام بدن؟ کی تعهد میکنه اینا دخالت نکنن؟ اونو نمیدونیم، باید صبر کرد و دید چه خواهد شد. بله آقای فضائل عزیزان، کجای آقای عزیزان؟ پرستار شدی نشدی؟ بله کاکو جون صبح بخیر، لطفاً بخشندگی را به مردم آموزش دهید. این عکس من بهتون نشون میدم دوستان. خب من تو آلمان که بودم خیلی چیزایی رو که استفاده میکردیم با دوستانمون میرفتیم خیابون، خدا بیامرزه آقای اسحاق بختیاری و دوستان دیگه، و چیزایی رو که آلمانیا گذاشته بودن کنار خیابون می آوردیم، خیلی هاش قابل استفاده بود و حتی یه روشی داشتن. مثلا اگر یه چیزی خراب بود روش می نوشت کاپوت خرابه یا سیم برقش رو قطع می کردن که تو بفهمی این یخچال قابل استفاده نیست. اگه قابل استفاده بود خود آلمانیا استفاده می کرد. ولی این از این کمدایی که چیز تزئینی داره و نمیدونم توش چی، بعضیا بوفه به اینا میگن. این آقا چون داره تعمیر میکنه اون خونه و اینا رو آورده گذاشته. این آقا کیه؟ پتی. ولی دقت کنید، اولا اینو بسته قشنگ که باد و اینها نندازه بشکنه شیشه خورده و اینها بیاد تو پای مردم. این پایین نگاه کنی شیشه های طبقه هاشو برداشته گذاشته کنار که اگه سوربی هم اومد با دوسش اینو بلند نکنن بذارن تو تاکسی بار ببرن اون ورتر همه چیا بیفته بشکنه. بفهمن این طبقه ها شیشهش رو باید جدا ببرن و اونو جدا. و ایشون هم نوشته فری، نمیتونم اون کوچیکا رو بخونم، فری در اصل اینجا رسمه که این کار انجام میدن. اون روز که ما نشون دادیم که این آقای پتیک داره یک تردمیل با کلن کلمه میل آسیاب هم اینجا میگن میل
تردمیل رو با پیکاپ تراکش داره میبره، دوستمون آقای خوشنودی گفته بود که این تردمیل ها رو اینجا مجانی میذارن کنار خیابون. اونی که من نشون دادم، منظور من و منظور پتیک این بود که فقط نگذار کنار خیابون، ببر بنداز اونجایی که باید، حتی اگه باید یه پولی هم بدی یه پول بده که در جای درستش بریزن. چون بعضی از اینا چیزایی که داره میگن این برای محیط زیست ضرر داره، شما تلفنت رو نمیتونی بندازی سطل آشغالی، باید ببری دم بست با اینا بندازی جایی که اونا میبرن ریسایکل میکنن، یا جزء ضایعاتی که به اصطلاح برای این نوع الکترونیک و اینها ساخته شده. در اصل منظور ما اون بود، ولی خب دوستان ماشاءالله هم بزلگو هستن، هم تیزبین هستن، هم ریزبین هستن، و اون روز گفتن آره اینا رو خیلی ها میذارن بیرون، و اینم نگفته بود بابا یکی بیاد از من بخره، گفت اتفاقا من دارم اینو با ماشین خودم میبرم لندفیل. یا لندفیل گفتم ما تو ایران یادمون نیست چی میگفتن، اینجایی که آشغالا رو میبردن میریختن، و ما هیچ وقت به این فکر نبودیم. این بیچاره آشغالی که صبح میاد یه گاری بدی داده بودن دستش تو این کوچه هایی که یا سنگ و نخاله بود یا گل بود میومد، بعد این چون آشغالا زیاد بود هی حلبی از این ور 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 میداشت میزد. من یادم یه آشغالی بود، پیرمردی بود بیچاره، وقتی میومد شما پشت این گاری نمیدیدیش. ما هیچ وقت از خودمون نپرسیدیم این کجا باید این آشغالا رو ببره، تا بعد دیگه شهرداری اومد اینا میبردن یه جای خالی میکردن، اون ماشین شهرداری برمیداشت. من که شیراز بودم، نصف عمرم شیراز بودم، هیچ وقت نفهمیدم آشغالا رو کجا خالی میکردن. ولی اینجا تا میای شما تابلو میبینی لندفیل، تا میخوای یه چیزی بریزی دور زنگ میزنی به آشغالیت که اینو میبری، میگی نه اینو ما نمیبریم، با خودت ببری فلان جا ترانسفر قسمت ریسایکل، که چی میگن بازیابی میگن تو ایران به ریسایکل، که اینا رو دوباره میارن. و اما آقای عزیزان، وقتی یه یوتیوب میذاری شما باید لطف کنی بنویسی این یوتیوب چیه، در چه رابطه‌ای هست، و اینجوری کار بدیه که شما بیای یه مجلسی رو که دوست عزیزم به من میگه اما عمود را انداخته، بیای اینجوری به اصطلاح بهش میشن بهش میگن سوء استفاده. بارها اینو گفتم دیگه خوب نیست، حالا امروز 12 روز از عید گذشته بذارید خیلی بد اخلاق نباشه. و اما میگه مقایسه برف تهران و سیل شیراز. رضا کیانیان گفته یا نوشته چند سال پیش که در تهران برف شدیدی بارید، کرایه تاکسی سر به فلک زد و از فرودگاه تا تهران به 1,000,000 تومان رسید. همین برف در شمال کشور به زمین نشست و برخی از راه‌ها را بست. سوپرمارکت‌ها یک بسته نان لواش را تا 25,000 تومان و یک بطری آب معدنی 1.5 لیتری را تا 12,000 تومان فروختند. اما امسال در شیراز سیل آمد، درست در فصلی که آنجا پر از مسافر بود، هیچ جنسی گران نشد و درست برعکس، هتل‌ها، باغ‌ها، سالن‌ها، مساجد درها را به روی سیل زدگان گشودند و مجانی از همه آنها پذیرایی کردند. صاحبان خانه درها را روی مسافران گشودند و رایگان در اختیار سیل زدگان گذاشتند. تعمیرکاران برای تعمیر رایگان ماشین‌های سیل زده اعلام آمادگی کردند. در بیمارستان ها با کاروان های شادی برای بیماران شادی آفریدند. چند نفر از اهالی شیراز برای نجات جان مسافران جان خودشان را از دست دادند. در شیراز هیچ حسابی برای کمک به سیلزدگان گشوده نشد، بلکه انبوه شماره تلفن بود که در اختیار همه سیلزدگان قرار گرفت یا می گرفت برای برآوردن احتیاجاتشان. همه اینها یعنی رشد فرهنگی به رخ بکشن. همه اینها یعنی رشد فرهنگی، انسان دوستی و بزرگمنشی. همانطور که در دوران جنگ شیرازی ها از جنگ زدگان پذیرایی کردند، تا جایی که بسیاری از جنگ زدگان برای همیشه در شیراز ماندن. من به شیراز افتخار میکنم، بی خود نیست که تا قدم به شیراز میگذارم حالم خوب میشود. نه من که همه خانواده و دوستانم هم نسبت به شیراز چنین حسی دارم.
درود بر شیرازی های عزیز و مهربان مهربان و بزرگوار و با فرهنگ. در صورت ما هم ممنونیم و خب خوشحالیم که یه همچین چیزی هست. اینو آقا مشتبه برای من فرستاده. آقا مشتبه یکی از بیننده های پرواقرص ما بود که در کانادا بود، سالها بین کانادا ایران رفت آمد میکرد. فکر کنم دیگه حالا ایران بیشتر میمونه و دیدم که یه ایمیل قبلی هم نوشته بود که شیرازی ها نمیدونم خودشون رو به رخ جهانیان کشیدن. گفتم آقا این غلطه، به رخ کشیدن جنبه و بار منفی داره و اینو عوض کنید، بگید مثلا مهمان نوازی خود را به جهان نشان دادن یا ثابت کردن. به رخ کشیدن یعنی چی؟ در هر صورت این هم از آقا مشتبه، تشکر از ایشون و اون نوشته. و اما فردوس هخامنشی که نام فیسبوکش هم همین هست، فردوس هخامنشی، انسان ساده دلی بود یا هست، زنده است بابا هنوز، انسان ساده دلی است. او از طرفداران پادشاهی است. 15 سال به تلویزیون شهرام همایون کمک مالی میکرد. حتی همایون بارها از این شخص بابت حمایت‌های بیدریغش از وی تقدیر کرد و مهمان تلویزیون او بود. فقط یک قلم بابت پرداخت 40,000 دلار به او 40 برگ کاغذ رنگی به نام قرضه ملی دادند که روی دستش مانده است. حالا دیدین؟ حالا دیدید دوست عزیز، من گفتم توی آمریکا من سفته ندیدم، یا به قول شیرازی ها سفته ندیدم، چک دیدم هست استفاده میکنن، نوت هست، پرامیسری نوت یعنی یادداشتی که من قول میدم به شما اینقدر بدهکارم پولتو بدم، یا یک کاغذ دیگه هست مینزن I owe you. شما مثلا سر کار میری یه نوشابه از توی یخچال دوستت برمیداری رو میزش مینویسی I owe you one Pepsi, one Coke هم چیزی. این برای خیلی سریع و دوستان است، ولی اگر پول خواستی از فامیلت قرض کنی، از دوستت قرض کنی، بله با فامیل و دوستت هم یه ورق کاغذ مینویسی من فلانی اینقدر پول از فلانی قرض گرفتم و در این مدت بهش پرداخت میکنم، اگر در این مدت پرداخت نکردم بعد ماهیانه اینقدر سود میدم و الی آخر. این دیگه آقا مگه تو ما رو قبول نداری؟ من شما رو قبول دارم که پولمو پس میدی، خودت قبول نداری؟ اگه قبول داری چرا نمیخوای بنویسی؟ در هر صورت میگه که یک قلم 40,000، بله اوراق قرضه ملی درست کردن، اینا کپی زدن به جای باند و اینا، که همین کارم غیر قانونی، شما نمیتونی، شما اگه میخوای اوراق اینجوری درست کنی باید شرکتت سازمانت رو دولت بیاد بررسی کنه. من به این فردوس هخامنشی گفتم که هی نشین با این دوستانی که بهبه و چهچه و درود ورود میکنن، بیا تا من یه دوتا راه بهت یاد بدم. اگه اینا پول گرفتن قرعه کشی کنن ماشین، میری بر اساس تاریخ، بر اساس برنامه اون قرعه کشی و ماشین و جایزه و اینها رو باید با سازمان‌های تماس می‌گرفتن، اگه نگرفتن کار غیرقانونی. اگه اومدن اوراق قرضه ملی، آقا چه ملتی، چه مملکتی، تو چیکاره مملکتی که اوراق قرضه درست کنی؟ اینجا هر روز اوراق قرضه درست میکنن، میاد برای ما که آقا ما می‌خوام یه مدرسه بسازیم، این مدرسه آزمایشگاه نداره، شما حاضری پول بدی ما مثلا سالی 2%, 3% هم بهت بدیم و فلان، اینا در قبالش بهتون اوراق قرضه میدن. آخه شما چه کاره هستید که اوراق قرضه میدید به این صورت؟ امروز تازه مثلا شرکت لیفت گفت بعد از این همه سال اونم رفت پابلیک شد، شرکت سهامی خاص دیگه نیست، شرکت سهامی عام هست، من و شما میتونیم سهمیه بخریم. ما ایرانی ها اومدیم اینجا داریم اینجا رو هم خراب میکنیم. حالا شما هی بشین هی تو برنامهات بگو هنر نزد ایرانیان است و بس، این بهمن بیگ عقب افتادم اسم خودش عوض کنه بذاره بهمن ایران دوست و پوز بدن، چیزایی که وجود نداشته هی بگردن توی قبرستونا دنبال استخون کوروش و فلان. احمق، کوروش اگر زرتشتی بوده استخون باقی مونده نداره، بالای کوه بوده، پرنده‌ها خوردن و بردن جاهای دیگه. اگر توی قبرستون پیدا میکنی به جای باغ بزرگ استخون خر و الاغ پیدا میکنی. این یه دوستی برای من پیغام گذاشته بود از آتلانتا که آقا این پیام شما رو گذاشته، گفتم من ترسی ندارم، من هر چی میگم حاضرم دوباره بگم، هر چی میگم حاضرم بنویسم. اینجا یکی از چیزایی که رسم تو آمریکا، وقتی یه کسی زنگ میزنه یه چیزی میگه، شما بهش میگی که من الان وقت ندارم، put it in writing یعنی بنویسش.
اگه ننوشت بدون که گفتهایی هم که گفته دروغه. اینم برای بهمن بیگ پوفیوز، این فضایل یزدان، فضایل عزیزان خوب میشناستش که چه عقب افتاده ای. بله، شهرام همایون کمک مالی کرد، برای اون بود و روی دستش مانده است. بعد که ناچار شد افشاگری کند، کپی پاسپورتش را که برای مسافرت مبارزاتی به نیویورک، اینو داشته باش آقای فردوس هخامنش، اگر اون موقع تمام و کمال جذب برنامه اونا نشده بودی، برنامه های مخالفین هم گوش میدادی، من به شما میگفتم که هنوز در دنیا سیستمی نیومده که یه نفر عقب افتاده این مثل این حمزلو، یه نفر یه تلویزیونی داشته باشه بگه شما پاسپورت تو یا عکسشو بفرست من برات ویزا بگیرم. آقا شما میری از آژانس های مسافرتی یه توری میخوان بذارن، مثلا برای از ایران بره ترکیه، حالا اونجا که ویزا میگن نمیخواد فلان نه، ولی طرف میگه پاسپورت تو بیار بده. یادمه بلیت که میخریدی هواپیمایی، باید میرفتی پاسپورت تو میذاشتی تا اونا ببینن شما ویزا داری که میخوای بلیت خارج بخری بری، که اینم یکم مسخره بود. توی سفارت هم میگه حالا شما بلیت داری که ما بهت ویزا بدیم، شده بود کچ 22. در هر صورت شماها حماقت کردید، هی نگید من برای وطن پرستی پاسپورتمو فرستادم، شماها حماقت کردید، شماها از اولین چیزای ساده زندگی و اینها هم با خبر نبودید. شمایی که تو بلژیک زندگی میکنید، تو اروپا زندگی میکنید، تو کشورهای دیگه، باید میدونستی که نباید پاسپورت تو دو قطعه عکس و فوتوکپی پاسپورت تو بفرست حمزلو که خودش اینجا معلوم نیست الان سیتیزن باشه نباشه، ویزا داره نداره، یه آدم دروغگوی شارلاتانی برای شماها ویزا بگیره. او خود را به نام فردوس هخامنش معرفی میکرد و با این ناجوانمردی ها، با این ناجوانمردی نام واقعی او را افشا کرده. چند روز پیش افشا کرد چگونه در تلویزیون برای جمع‌آوری پول یک مرسدس بنز را به مسابقه گذاشتند و نام این بدبخت را با دوز و کلک از قرعه بیرون کشیدند و در واقع هم پول مردم را بالا کشیدند و هم چیزی به این انسان ساده دل ندادند. قباحت این گونه کارهای غیر اخلاقی و کلاف وجدان از افرادی که ادعای مبارزه با نظام فاسد را دارند بیشتر است. اینم عکس پاسپورتش و اینا رو گذاشتن. حالا ببینیم اسمش چی بوده گذاشته فردوس. دیدم بنده خدا نمیتونم بخونم چون خیلی کوچولوه این عکس. خب چرا معطلی؟ اگر راست میگی زود شروع کن. روان پریشی، حالا دیگه اونایی دیگه دارن با هم. این اطلاعات رو از کجا میاری؟ دقیقاً رفرنس بدید، با کانال علیرضا نوریزاده در میان بگذارید. آها، اینا رو آقای فرامرز دادرس نوشته بوده و شکوریجو یا هم چیزی، استفان شکوریجو اسلو. بله، خب دیگه تا شما باشی دیگه پاسپورتتو نفرسی برای این اون. شما میخوام ببینین دوستان، حالا که دیگه عمومی شده ما هم نشون بدیم، چرا نه، درسی بشه برای دیگران. آقا خانم پاسپورتتو برای این و اون نفرس. بفرما، اینم نصف پاسپورتشو باز کرده گذاشته بنده خدا. پول رفته، پول دادن و ببخشید اون وقتا هم گفتن پول دادن و گوه خوردن و دیوانه شدن، داستانش هم میدونید، پیاز خورد، ضربای شلاق رو خورد، پول جریمه رو هم داد. نکنید، یک کمی دیگران رو هم گوش کنید، به یک کسی 100% اطمینان نکنید، چند درصد شک بد نیست. خب آقای سیزده بدر آتلانتا، خب آقای فضایل عزیزم، شما که خودت برنامه گذار بودی، کجای دنیا وسط برنامه زنده یه نفر براش پیام خصوصی میفرستن سیزده بدر آتلانتا؟ آقا سیزده بدر فرداست، حالا توی ویرجینیا گذاشتن 7 آپریل، حالا بهتر هوا چون همیشه صبح سرده، معمولا بارون میاد، دیروز هم که مریلند، حالا بعد کاری نیست که یکش گذاشتن این هفته یکش گذاشتن اون هفته، بازم بگید آخون بده. الان دیگه 2 سال نو دارین، 2 سیزده بدر دارین، دیگه چی بگی، 2 پاسپورت دارین، بعضی ها 3-4 پاسپورت دارین بمانه. و اینجوری مردم میتونن، مردم این منطقه میتونن دیروز رفته باشن
مریلند، هفته آینده برن کجا؟ ویرجینیا. سندی میاد اینجا، سندی، خواننده سندی. خب این هم سیزده به در آتلانتا. نه، باید یه توضیح بنویسی که چی بوده. مثلا خواهی که سیزده به در آتلانتا هست که هست، لابد هستی اونجا وایسادی داری برنامه. 14 تا ویوز آزاد تیوی گذاشته، حالا همینجوری داره مثل میچرخه. نه نمیاد اینقدر، لابد هنوز داره پروسش تموم نشده. پروسه یعنی مراحل انجام. خب و اما درباره هیچ شیرازی حساب باز نکرد. آقا مجتبی گوش کن که این دوستمون آقای مباشری بعد از اینکه از ایران به اصطلاح دیگه، خودتون گوش کن. سلام علیکم، وقتتون بخیر. مباشری هستم از ایران شیراز. خواستم تشکر کنم از طریق آقای هاری که تماس گرفته بودین از کمکتون به مردم سیدزاده. خیلی ممنونم، لطف کردین. ساده، کوتاه، مفید، مختصر. این آقا باعث شده من اینجا اینور اقیانوس یه حرکت کوچیک انجام بدم، اون از کانادا $100 بفرسه، اون از کالیفرنیا $50 بفرسه، خود من یه پول دیگه بفرسم بذارم و دو سه جا این کار رو انجام بدیم. اونایی که تو شیراز اینو متوجه شدن و تماس ها و اینا، اونا هم گفتن ما هم میخوایم همکاری کنیم. اینه که ما اینجا هی داریم گلو خودمون پاره میکنیم، نشینید منتظر دولت، اونم دولتی که خودتون میگید اینا کمک کردن تو ذاتشون نیست. آقا اینجا چیه؟ تو دنیا ملت از دولت‌های خوب انتظار ندارن. ما چه ملت عقب افتاده‌ای هستیم که از دولت و حکومت بد انتظار داریم؟ خیلی ممنون آقای مباشری، خسته نباشی، دمت گرم، امیدوارم که سلامت باشی، زنده باشی، بالای سر خانوادت باشی، خانوادت هم سالم و خوب باشی. بله، صابر بابایی عضو مهم از دوستان نزدیک شهرام همایون که تمام برنامه سفر به مصر را برای بردن مسافر به قصد یاد بود از شاه مدیریت کرده بود و مدتی است که از همایون جدا شده، امشب در برنامه فیسبوک رستاخیز سیمرغ هم مرغ داره به افشاگری علیه شهرام همایون پرداخت و فاش کرد که وی چگونه با شیادی از مردم ساده دل کلاه برداری کرده است. این دوباره همون قباحت و فلان و اینها. و اما اسرائیل در پاسخ به حملات راکتی حماس نوار غزه را با گلوله‌های تانک هدف قرار داد. اسرائیل هم میدونید الان نزدیک انتخابات هست، چون نزدیک انتخابات هست این نخست وزیرش حاضر خون هزاران کودک بیگناه رو بریزه، ولی این باز در کاخ نخست وزیری باشه تا بلکه سرپوشی بذاره روی به اصطلاح دزدی‌هایی که خودش، خانواده‌اش و حتی آمد اینجا این بلندی‌های جولان رو این احمق ترامپ شارلاتان امضا کرد داد به این، مگه مال ارث باباته؟ گفت الان دارن میگن که این دوباره اونجا تشنج را میندازه و از مردمی که اونجا زندگی میکنن سالها پرسیدن که شما میخواین اسرائیلی باشین؟ گفتن نه، ما سوریه‌ای بودیم، هستیم، خواهیم بود. خب آقای فرخ سپر میگه I'm proud that I lived in Shiraz for about 2 to 3 months when my brother had a training یعنی آموزش میدید، چون ترینی که شما اینجا نوشتی یعنی قطار داشت، ولی احیانا داداشت اونجا ترینینگ میدیده، آموزش میدیده. کجا؟ باختخت بود یا مرکز زرهی بود یا هوابرد بود یا ارتش سوم بود؟ خیلی داشتیم ارتش سوم، نمیدونم پیاده، پایتخت، چیز باغ تخت بباشه. و اما این اسرائیل و این هم هشدار و آماده باش برای مقابله با سیل در کلیه استانها. آغاز انتخابات ریاست جمهوری
اوکراین و بخت بالای پیروزی برای یک کمدین، رویارویی ترامپ با جهان در بلندی‌های جولان و آخرین واکنش‌ها. اینو بخونید ببینیم که بعضیا دوباره همون یه نفر میاد برای که شرایط خودش، الان ببینید هی میره این ور ور میگه من مبرا شدم، تبرئه شدم. میگن آقا این مزخرفات چیه؟ تو این نوشته، این نامه شما رو مبرا و تبرئه نکرده، هنوز ادامه داره، ولی اون تبلیغ تبلیغاتشو میکنه. و میگن اونایی که طرفدار اینا هستن گوش نمیدن، اونا مثل اسبایی که این ورورشون رو بستن، فقط اون چیزی رو که ترامپ میخواد نگاه میکنن و میبینن. رویارویی ترامپ با جهان در بلندی های جولان آخرین واکنش ها. میگه که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه بار دیگر بر موضع کشورش در رد تصمیم جنجالی دونالد ترامپ تاکید کرد. الیزه در پایان سفر ملک عبدالله دوم پادشاه اردن با انتشار بیانیه در این خصوص تصریح کرد. رئیس جمهوری اعتقاد دارد که به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر منطقه اشغالی جولان مغایر با قوانین بین المللی است و به تقویت تنش‌های منطقه‌ای دامن می‌زند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز یکشنبه در اظهارات یادآور شد که نادیده گرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره بلندی های جولان نمیتواند به عنوان یک راه حل قلمداد شود. از سوی دیگر ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی نیز که کشورش بیشتر به تندی با این تصمیم کاخ سفید مخالف کرده بود، در اظهاراتی جدید هر گونه اقدام در جهت خدشدار کردن حاکمیت سوریه بر بلندی های جولان را قاطعانه رد کرده است. خوشتون میاد؟ یعنی این ترامپ یه دوست برای آمریکا نیذاشته. حتی پوتین سر ماجرای ونزوئلا الان با چیز به اصطلاح درگیره با ترامپ، میگه خیلی روت زیاد نکن و الا اون نوارایی که اینا نتونستن پیدا کنن من میفرستم بیاد. اینم از این ماجرا. و بریم بله. آقای نیساری، من برای شما یه پیامی فرستادم، فکر کنم دو تا، یکی رو فیسبوک یکی هم با ایمیلتون، چون دیدم در چند روز گذشته مخصوصا حملات به شما خیلی زیاد شده و این نشون از این میده که شما میدونید میگن سنگ میزنن به میوه هایی که به درخت هایی که میوه داره، بار داره، یا سنگ میزنن به قطاری که مسافر داخلشه، قطاری که نشسته اونجا راه نمیره، هیچ کی اشکارش نداره. به نظر میرسه که شما حرفی که میزنید یا عملی که دارید انجام میدید برای بعضی ها گرون تموم شده، چون مسائلشون نیست، منافعشون به خطر افتاده. من به شما پیشنهاد کردم اگر شما میخوان این راه رو شروع کنید یا ادامه بدید، چون شروع کنید یعنی تازه شروع کنید، ادامه بدید یعنی شروع کردید، به نظر من شما باید یک وسیله‌ای داشته باشید برای این کلمه پروپاگاندا همیشه بد نیست، بلنگو داشته باشید، صداتون رو به گوش دیگران برسونید. و الا همونجوری که خمینی میگفت دلخوش به این نباشید که ما به شما خانه میدیم، بر میدیم مجانی، شما دلخوش نباشین که چند نفر روی فیسبوک میان میبینن میرن. شما باید با برنامه، الان یک رئیس جمهوری هست اینجا با وجود که گی 37 ساله است، اینا فامیلیش خیلی بد پرونانس میشه، کسی معمولا نمیتونه بهش بگه، بهش میگن شهردار پیت، میر پیت. این وقتی میخوان رئیس جمهور بشن میان بهش میگن اکسپلورینگ تایم، یعنی ما میخوان، میگن آب آزمایش میکنن، طرف پاشو در میاره میزنه تو آب ببینه چقدر سرده. بعد دیدید اون قدیما وقتی میخواستیم شنا بریم میرفتیم یه جای حسین آباد و اینا سرد بود، دستمون رو میزدیم تو آب، اول میبالیدیم که بدنمون حاضر بشه، بعد یک کم میریختیم رو سرمون، بعد شیرجه میرفتیم. اگر خیلی ها شیرجه برن یه دفعه تو آب سرد سنکوب میکنن قلبشون، به خاطر که بدن منقبض میشه قلبشون هم میگیره. در صورت sorry my brother had a tank or zerehi training. آره، قبل از اینکه دکمه سند رو بزنی جملت رو بخون. خب جالب بوده، ما وقتی رفتیم ترینینگ برادرمون اینا با ما نیومدن، چی بوده کلک، چون تو
ارتشی بودی بابات به شما اجازه میدادن که شما هم برید، ولی خب باز اقلا جای شکرش باقیه که حالا شما که پدر ارتشی بوده نگفتن بچهش بره، چرا بره سربازی، معاف بشه. در صورت ممنون و متشکرم از یکایی که شما دوستانی که با ما بودید، با نوشتانتون، با نوشتارتون، با گفتارتون، پیامتون، برنامه های ما رو قوام و دوام میبخشید. خیلی ممنون. و اما سیل، باز هم سیل، باز هم سیل. سیل در غرب و شمال افغانستان جان دست کم 20 نفر را گرفت که اینو اون روز نشون دادم و دنبال اون ویدیوی میگردم که خانمه میخواد مصاحبه کنه و آقای خوابش برده. این عکس رو من بهتون نشون بدم به دو دلیل. یکی این عمو و عموزاده، برادرزاده بعد از 42 سال از زندان آزاد شدن به حکم قتلی که انجام نداده بودن. بعد ببینید نتانیاهو تصاویرش را با اوباما وارد کارزار انتخاباتی کرد. یعنی این با وجودی که مخالف 100% اوباما بود ولی هنوز فکر میکنه اگه عکسش رو با اوباما بندازه اعتبار بیشتری از مردم میتونه بگیره تا اینکه عکسش رو با ترامپ بذاره. اینم از این نوشته ها زیاده ولی من دنبال اون میخوام بگردم که این دوست من نوشته با معیار خود حکم نکنید. لبنان در ظاهر، آره اینو روز خوندم، گفتم ما همه با معیارهای خودمون به اصطلاح حکم میکنیم مگر اینکه یاد گرفته باشیم. قاضیا میگن باید اینجوری باشه، یاد گرفته باشیم که معیار خودمون رو کنار بذاریم. میگن بعضی شغلا هست شما وقتی میری داخل هر چی تو کلته کنار میذاری میری اونجا این کار رو انجام بدی، بیای دکترا یکیشه، ولی از خودتون سوال کنید دکتر شما این کار رو انجام میده یا نه و تصمیم بگیرید. خیلی از دکترها هستن اون سوگندی که یاد کردن، اون سوگنده چیه که خیلی هم اسم چیزه نزدیک هیپوکریت، کلمش درست نمیدونم پس بذارید نگه. I was as a guest. خب ما هم داریم همین رو میگیم، کجا بودی که شما 3 ماه مهمون بودی؟ ما وقتی رفتیم آموزشی خونه و زندگی که نداشتیم، تازه 2 دوره بود، یکیش میرفتی دوره آموزشی که اون به اصطلاح چیزای ارتشی رو ببینی، بعد دوره تخصصی. بعد دوره تخصصی هم که میرفتیم باز ما اونجا هنوز اجازه نداشتیم خونه خودمون رو داشته باشیم. بعد از اون 6 ماه، 3 ماه و 3 ماه، 3 ماه آموزشی، 3 ماه تخصصی، ما وقتی که از خرم‌آباد و کرمانشاه تخصصی اومدیم اهواز، اون وقت به اون اجازه دادن که بریم بیرون به اصطلاح آپارتمان اجاره کنیم یا خونه اجاره کنیم که اونم مثل انیمال فارم یا مزرعه حیوانات یه 10 نفری باید توی خونه میموندیم اگه میخواستیم پول کم بدیم. ولی من و آقای معماریان و سعید رضوی تصمیم گرفتیم هرچی پول در میاریم خرج کنیم، پولی نبود ولی خوب زندگی کنیم. خب اینم از این که 3 تامون حالا یه اتاق گرفتیم. اینم رئیس شهرداری اینو نشون دادم اون روز، من دنبال اون مصاحبه میگردم. سودانی ها به تنبلی معروف هم، بذارید ببینم اینه. آها این اون مصاحبه‌ای که من میخواستم بهتون نشون بدم و به عنوان حسن ختام برنامه امروز استفاده کنم. کم کم دیگه 90 دقیقه با سربی داریم برنامه میذاریم به جای 2 ساعت سربی با مردم، چون ایام عید هست و مردم بی حال هستن، میذاریم 90 دقیقه با سربی. بله ببینید بشنوید، صدارم روش کسی نیزشته. خب وهو رئيس تحرير صحيفة الرأي العام السودانية. أهلا بك سيد مالك برفقتنا مع قناة الحدث. يعني الرئيس البشير يرأس اليوم لجنة الحوار الوطني منذ إعلان حالة الطوارئ، ما المتوقع من هذا الاجتماع؟ سيد مالك، سيد مالك هل تسمعني؟ يبدو أن الصوت ليس جاهزاً، سنعود إلى ضيفي. هل تسمعوني؟ السمع شنيداً وإنها مياه. خب دوستان عزيز برنامه ما همينه،
از هر دری سخنی و از وقتا میگیم آنچه شما میخواهید، آنچه شما میخواهید. ما علم غیب نداریم مگر اینکه شما تماس میگیرید. البته امیدوارم مثل اون برنامه‌ای که طرف آمده راجع به سیل صحبت میکنه ولی بهش گفتن آقا چرا امشب موزیک نمیزنی، اینا صدای این آقا رو که خیلی آدم متینی صبوری هست صدای اون رو هم درآورد. اینجا نوشته که مونتاژ ملی تلویزیون، تکنولوژی مونتاژ جمشید از این آنچه را که دیگران به صورت ذکر مصیبت ارائه می کنند بدون آنکه توضیح لازم و کافی را به همراه داشته باشد، من سعی کردم با ارائه مدرک بیان کنم. اینو آقای تیمسار آریانپور نوشته. معمولا آقای آریانپور توی صحبتایی که با این و اون روی به اصطلاح اینترنت انجام میدن، میتونم بگم همیشه از مدارک، از اسنادی که حتی مال خود دولت شاهنشاهی ایران، مال خود دولت آخوندها هست استفاده میکنن و این کار خیلی خوبی. خب آقای فرخان میگه که دو تا غلط داشتی نمرت شد 18. اول نوشته بود 2 تا 3 ماه با ترین، بعد حالا معلوم شده آقا 2 هفته بوده. باز 2 هفته هم زیاده، ام نداره. حالا دیگه ما چیز نمی کنیم، خیلی سخت نمی گیریم. گفت سخت گیرد روزگار بر مردمان سخت گیر. آمریکایی هم که میگن take it easy، easy does it، آسون بگی، دنیا محل گذره. خب شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اجازه بدید من این عکس رو بذارم، شما میتونید پیام بذارید اینجا درباره صحبتایی که ما اینجا گفتیم، شما هم نظرتون رو بگید، پخش میکنیم و میتونید انتقاد کنید، انتقادتون منطقی باشه. خب دوستان به شما میپیوندن، شما رو بیشتر قبول میکنن. حالا اصلا قبول قرار چیه که مثلا منو قبول کنن که چه کار کنیم یا منو قبول نکنن که چه کار نکنیم؟ تلویزیون بیشتر برای سرگرمیه. به خاطر همین شما وقتی که دیگه هیچ کاری نداری که انجام بدی، میای این کاری که احتیاج به انجام دادن نداره میشینی. That's it. خیلی جدی نگیرینش. بله اگه یه روزی سوربی آمد گفت من یه جنبش میخوام راه بندازم، بیاین ثبت نام کنین، سوال پیچش کنین، مسئول بدونید، بیاین عضو بشید، بیاین ازش بخواین عمل کنه به گفتهاش. ولی منی که همیشه گفتم آقا من اگر میتونستم تو ایران میموندم، و دلیلی که در رفتم اینه که دیدم من حریف اینا نیستم، دروغ چه، نه اسلحه دارم نه حوصله دارم، گفتم نخواستم سهممونم برای شما. ولی اگه یک کسی مثل آقای نیساری میخواد کاری انجام بده، بیاد استفاده کنه از همین بلنگو که من صحبت میکنم، ایشون بیاد صحبت کنه، نظراتشو بگه، شرایطشو بگه، برنامهشو بگه، شما رو دعوت کنه که بهش بپیوندید. روز و روزگار بر شما خوب و خوش و شاد. امیدوارم سال خوبی باشه. فردا 13 بدره و مواظب باشید اگه جایی میرید. اینجا که تو ویرجینیا شما نمیتونی چیزی رو آتیش بزنی، از بس مرطوبه. ولی یه 2 سال یادم 2 بار میگفتن کباب و اینا درست نکنید، همبرگر اینا درست نکنید چون آتش سوزی میشه. ولی مواظب باشید، خیلی از آتیش سوزی های اینجا از همین گریل، از همین منقل درست شده که منقل روشن میکنه کباب درست کنه، باد میبره یه تیکش اون ور، این اینجا داره کباب درست میکنه، اون بادم میره مردم شهر رو کباب میکنه. 200,000 تا خونه، 100,000 تا خونه و الی آخر. میگه که سوربی جان ساعت شما در آمریکا جلو نرفته؟ اگر هم رفته ما خبر نداریم، 2 هفته پیش رفت اینجا، حالا توی اروپا هم رفت جلو. عجب برنامه سر مردم در آورده. حالا اختلاف زمان خودمون که داریم مشکل هیچی، اینم اینجا فلان موقع عوض میکنه، ایران مثل سر سال نو عوض میکنه، توی اروپا نمیدونم. در صورت الان اینجا ساعت 3:30 است و این ساعت گویا برای 6 ماهی میمونه. خیلی ها گفتن آقا این عوض کردن اینا رو بریزید دور، این مال موقعی بود که میخواستن انرژی سیف کنن، مال موقعی بود که مردم کشاورزی میکردن، میخواستن صبح زودتر کشاورزی بلند شه بره بیرون، از ساعات روز بیشتر است و الان که کشاورزی میکنه. بعد مال موقعی بوده که آلارم و نمیدونم در صبح جان. نه الان اینجا ساعت 3:30 و 90 دقیقه منم is over، یعنی پس شد، گذشت. با شما خداحافظی میکنم، برگردید ویدیوها رو از اول ببینید، نظرات شما رو
دوست دارم بشنوم در هر موردی. خیلی ممنون. الان ساعت اونجا 20:30 است. بله 20:30، اینجا 2:30. دوباره برگشتیم به همون قدیم، 2:30 میشه 14:30، 6 ساعت، یه مدت شده 5 ساعت. پس شما این یه شنبه عوض شده احیانا. هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید، به فکر دیگران هم باشید، به فکر تلویزیون مردم هم باشید، حمایت کنید. ممنونم از دوستانی که بعضی وقتا یکی دو روز قبل از آغاز ما کمک میکنن، حتی میشه در پایان ماه گذشته. خیلی ممنون. و ما سعی میکنیم با حمایتای شما مخارج کم این تلویزیون رو به اصطلاح پرداخت کنیم که محتاج نباشیم به اونهایی که میخوان به همون دستور بدن و بگن چه کار کن چه کار نکن. من نمیخوام بگم ما یاقی دنیا اومدیم، ولی ما آزاد دنیا اومدیم. امیدوارم بتونیم آزادم از دنیا بریم. روز روزگار بر شما خوش. امروز ساعت 6:45 با آقای مینوی خواهیم بود. آقای مینوی اون روز نقل شهرام همایون گاه سربی، هر کسی به اصطلاح مشهور بشه خب حرفا و صحبت ها، ولی آقای مینوی نامه دادگاه هست که ایشون دیفالت شد. دیفالت یعنی باخته تو دادگاه و گویا پول از یک خانمی گرفته بوده و یکی یکی اینها داره به اصطلاح میزنه بیرون، و یه نفر باشه میگیم این دشمنی داره، دو نفر باشه میگیم اینا با هم تبانی کردن، ولی وقتی که خیلی باشن بر علیه یه نفر، معلومه که اون یه نفر کلا سر اینها گذاشته. اینجا آقای شهرام همایون هم میتونه به اصطلاح جوابی اگه داره برای این دوستان اعلام کنه، و تنها جوابی که به این بنده خدا داده، چون این صادقانه بهش گفته که بچه پرورشگاه بوده، بعدا بهش گفته حرومزاده. موفق باشید.